همواره این هستم. اخ 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 اینجا رو ببین، جملاتی که با چون، زیرا، اگر. با چی؟ با چی؟ چون، زیرا، اگر. بگو چون، زیرا، اگر. بگو چون، زیرا، اگر شروع میشن. این جمله همیشه همیشه چی هن؟ علت. هر جمله بعد از اگر اومد و میگیری علت، بعد از زیرا اومد میگیری علت. درست شد؟ بی اینجا صفات خداوند، صفات خداوند بچه ها همیشه 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 علت هن. حکمت خدا، قدرت خدا، عدل خدا، مالکیت خدا، همه اینا علت یه چیزیه. حکمت خدا علت اینه که قرآن تا الان دستکاری نشده، تحریف نشده. عدل خدا علت اینه که شما اون دنیا ضرر زیان نمی‌بینی. پس صفتهای خدا رو همیشه میگیری چی؟ علت. اما اینجا نتیجه ها، بچه ها نتیجه ها همیشه همیشه چی هم؟ معلول هم. نتیجه ها همیشه میشن چی؟ معلول. فهمیدی؟ حالا بیا اینجا، اینجا رو نگاه کن. این شد یه آیه، یه آیه هم اینجا می‌نویسم. آقا میتونی عروش بخونی، نمیتونی، بلدی ترجمه کنی، بلد نیستی، ایناش به من ربطی نداره. نگاه کن به من بگو علت خط اول آیست و خط دوم. میتونی اونو قطعش کن، چطور باز کن برای من؟ علت به من بگو خط اول آیست یا خط دوم آیه. یک و دو بزن. علت خط اول یا دوم؟ اوه 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 این وحشی ها رو ببین، این وحشی ها، اینو دوست دارم. باری کلا هار وحشی. خط خط چندم؟ علت خط دومه. چرا؟ این داره. این یعنی چی؟ اگر. گفتم جمله هایی که با چون، زیرا، اگر شروع میشن علت هم. تموم شد، تموم شد. این میشه علت، این پس میشه معلول. حالا معنیش هم میخوای بدون اینه، میگه انتم علون ان کنتم مؤمنین، شما برترید اگر مؤمن باشی. گفتم برای علت، من از خود سوال میپرسی، میگه علت این چیه؟ اینه، این میشه علت، این میشه معلول. اینجا سوال بپرس، میگی علت مؤمن بودن چیه یا میگی علت برتر بودن چیه؟ چرا برتره؟ میگه علت برتر بودن چیه؟ چرا برتره؟ چون مؤمنه. پس علت میشه مؤمن بودن، معلول میشه نتیجه، نتیجه این که طرف مؤمنه چیه؟ برتره. برتر بودن میشه معلول و نتیجه. چطور به من حاجی؟ آیه بالا، ولله ما فی السماوات و ما فی الارض ولله ترجع الامور، هر آنچه در آسمان و زمینه برای خداست، همه امور به سمت خدا برمیگرده. از خود چی میپرسی؟ میگه چرا برمیگرده سمت خدا؟ چرا برمیگرده؟ چون برای خداست. برای خداست یعنی مال خداست. پس علت میشه مالکیت خدا، معلول میشه نتیجه، نتیجهش میشه بازگشت همه امور. این میشه نتیجه مالکیت خدا. اینو یه جور دیگه هم میتونی بزنی، مالکیت مگه صفت خدا نیست؟ صفت خدا همیشه چیه؟ علت. حله؟ این تا اینجا. حالا منو نگاه کن آقا، توی کنکور، خوب گوش کن، توی کنکور ممکنه به جای علت و معلول بهت بگن تابع و مطبوع. تابع و مطبوع مثل چت بده. بچه ها مطبوع کدومه؟ بگو من بنویسم. مطبوع کدومه؟ خاک امارشام. خاک. مطبوع کدومه؟ بودو بودو سری وحشی دیگه. معطل نکن منو. مطبوع کدومه؟ آها 90% غلط زدید. آقا اکثر بچه ها میگن مطبوع به عوض مفعول میزنه معلول، خوشحال. آقا تابع میشه معلول. من میگم فلان چیز تابع فلان کسه، فلان کسک تابع فلان چیزه، یعنی تحت نظرشه، زیر مجموعشه، نتیجهشه، میشه معلول.
یا تو کنکور به جای تابه و مطبوع علت معلوم میگه مولود و مولد. مولود و مولد، مولود کدومه؟ بگو بنویسم. مولود کدومه؟ معتل.